بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي لله. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه روحانی قرآن عظیم الشان، با امید آنکه الله سبحانه و تعالی من و شما را از اهل قرآن گردانیده و ما را در این روز مبارک الله سبحانه و تعالی مورد رحمت و مغفرت خیش قرار دهد. بینندگان عزیز و گرامی، از آنجایی که می‌دانید قرآن عظیم الشان کلام حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی بوده و این قرآن هست که قانون اساسی ما مسلمان ها می باشد. در ضمن همه خوبی هایی که قرآن دارد، قرآن عظیم الشان یکی از خصوصیاتش این است که قرآن شفیع در روز قیامت برای اهل و اصحابش قرار می گیرد. افرادی که با قرآن زندگی می کنند، افرادی که قرآن را حفظ می کنند، یعنی مکررن قرآن عظیم الشان را تلاوت می کنند و زندگی آنها با قرآن هست و شب و روز آنها با قرآن سپری می شود و حتی قبل از خواب و بعد از خواب هم قرآن را فراموش نمی کنند، در روز قیامت همین قرآن عظیم الشان هست که الله سبحانه و تعالی آن را برای اصحاب شفیع قرار می دهد و شفیع قرار داده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرمایند اقرا القرآن، قرآن را تلاوت کنید، قرآن را بخوانید، قرآن عظیم الشان را قرائت نمایید. چرا؟ به خاطر که قرآن عظیم الشان در روز قیامت شفیع برای اصحاب خود قرار می گیرد و این قرآن عظیم الشان شفاعتش در حق افرادی که قرآن را تلاوت کرده اند و با قرآن بوده اند الله متعال قبول می کند. ما در حدیثی داریم که رسول الله علیه صلات و السلام می فرمایند که قرآن عظیم الشان در روز قیامت می گوید یا الله، این فردی که حالا در پیشگاه الله متعال قرار گرفته و مورد محاسبه قرار می گیرد، این قرآن می آید و می گوید یا الله، این کسی بود که من را در شب می خواند و با من بود، همیشه با من ارتباط داشت، یا الله شفاعت من را در حق این فرد بپذیر. و الله متعال هم شفاعت این قرآن را در حق این فرد می پذیرد و قبول می کند. و در حدیث آمده که رسول الله علیه صلی اللہ می فرمایند الله تبارک و تعالی شفاعت قرآن عظیم الشان را در حق این فرد می پذیرد و قبول می کند. پس بناهن برادر و خواهر گرامیم، با قرآن عظیم الشان باش و با قرآن باش، قرآن را یاد بگیر و قرآن را یاد بده و با قرآن زندگی کن و قرآن را در زندگی خود پیاده بکن و تنها به تلاوت قرآن عظیم الشان اکتفا نکن، بلکه قرآن را عمل بکن و قرآن عظیم الشان را برای دیگران برسان. و این است معنای حدیث رسول الله علیه صلی اللہ علیه السلام، خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بینندگان عزیز و گرامی، ما در این قسمت و در این برنامه با هم دیگر آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت خواهیم کرد، مثل که در برنامه های گذشته این کار را می کردیم و انجام می دادیم. اما قبل از آن اجازه دهید که درس خلاصه از تجوید امروز را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان کنم و انشاءالله بعد از آن به سراغ درس خواهیم رفت، چون می خواهیم که روش در برنامه ها این باشه که قبل از آن ما مسائلی را از تجوید بفهمیم و یاد بگیریم و بعد از آن به درس که رسیدیم، درس آیات قرآن عظیم الشان، عملی آنها را اجرا بکنیم و متوجه باشیم، یا به شکل بگیم تمرین تجوید ما باشه، درس ما در ضمن که درس هست تمرینی باشد برای یاد گرفتن بهتر ما در تجوید قرآن عظیم الشان. ما در آیات قرآن عظیم الشان داریم که الله تبارک و تعالی میگه که ورتل القرآن ترتیلا، شما قرآن را با ترتیل بخوانید. بعضی از سلف و بعضی از مفسرین رحمهم الله میفرمایند که مراد از تجوید، مراد از ترتیلی که در اینجا آمده، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، این است.
منظور از ترتیلی که در قرآن عظیم الشان آمده و در این آیه مبارکه هست همینه که ما مخارج حروف را درست بفهمیم، بدانیم که کدام حرف از کجا ادا می شود، یا درست آن را ادا کنیم، حالا درست آن حرف را از جایش ادا کنیم، حق هر حرف را بدهیم، یعنی اینکه هر حرف را ما از جایش ادا بکنیم، از مخرجی که داره ادا بکنیم. و معرفت وقوف اینه که ما بدانیم کجا وقف بکنیم، کجا وصل بکنیم، که انشاءالله اینها را ما از طریق درسی که در تجوید داریم خواهیم فهمید. و ما قبلا گفتیم که تجوید خودش لغتاً به معنای خوب ساختن و زیبا ساختن و آراستن است. تجوید یعنی آراستن، زیبا نمودن. و در اصطلاح هم گفتیم که این است که ما هر حرف را حقش را بدهیم و وقوف را درست بفهمیم و قرآن عظیم الشان را به صورت درست و صحیح آن را تلاوت بکنیم. به این میگویند تجوید، یعنی معنای به صورت کلی که بگیریم همین معنا را میدهد. ما در زبان فارسی و در زبان عربی، چون تقریبا میتوان گفت که اکثر حروف عربی و فارسی با هم یکی اند، یعنی حروفی که در زبان عربی هست همه در زبان فارسی هست، الا این که در فارسی چند حرفی اضافه هست، اما مخارج و ترتیب ادای این حروف با هم دیگر بعضی از این حروف متفاوت است و فرق می کند. ده حرف از حروف عربی هست که تلفظ آنها با تلفظی که ما در زبان فارسی انجام می دهیم و ادا می کنیم تفاوت دارد. بیشتر تمرکز ما انشاءالله در این ده حرف خواهد بود، اگرچه ما این 29 حرفی که در زبان عربی هست اینها را کلن به صورت تفصیل انشاءالله با آنها اشاره خواهیم کرد، هر کدام را که چیگونه ادا شود. اما بیشتر تفاوتی که هست در ده حرف است. ده حرف از حروف عربی با زبان فارسی تلفظش فرق میکنه، شکلش فرق نمیکنه، تلفظش با هم دیگر متفاوته و مخارجی که با زبان فارسی هست و با زبان عربی هست متفاوته و فرق میکنه. این ده حرف عبارتند از غین، ها، که انشاءالله ما هر کدام از اینها به صورت تفصیل صحبت خواهیم کرد که هر کدام از اینها مخرج خاصش کجا هست، اما به صورت تفصیل، به صورت اجمال اینها را بیان میکنم که این ده حرف چی هست. غین هست، ها هست، ثا هست و ذال، ضا، ضاد، صاد، طا، عین و واو. این ده حرف از حروفی هستند که در میان عربی و فارسی تلفظش با هم دیگر متفاوته و فرق میکنه. میاییم به این موضوع که اول، چون قبل از هر چیز که ما خواسته باشیم به بحث تجوید داخل بشویم، لازم است که مخارج حروف را بفهمیم، چنانچه قبلا هم اشاره کردم که این ده حرف فرق میکنه. مخارج حروف، اولا مخارج جمع مخرجه، مخرج جای بیرون آمده میگویند، مخرج حرف جاییه که حرف از آنجا ادا میشه، با آن میگویند مخرج. به صورت کلی این مخارج، به صورت کلی، به صورت اجمالی اگر حساب بکنیم، به سه دسته تقسیم میشه. بعضی از حروف، پاره از حروف، از حلق ادا میشه، از اول حلق، از وسط حلق، از اخیر حلق، که هر کدام از اینها باز با خود حروفی داره که از آنجا ادا میشه. و یک قسمت دیگر از مخارج حروف از لبها ادا میشه، از لبها، که حروفی هستند که مربوط میشن به مخارجی که از لبها ادا میشه. و همچنین یک نوع دیگر یا قسم دیگر از این مخارج به صورت کلی و اجمالی زبان هست. حروفی دیگری هستند که با زبان ادا میشوند، با زبان ادا می شوند، که انشاءالله ما در درس آینده اگر پروردگار متعال خواست به صورت تفصیل به شناخت دندانها خواهیم پرداخت، چون آنها هم ارتباط مستحکمی با مخارج حروف دارند. چون باید ما دندانها را بشناسیم، وقتی که می گوییم زبان، مثلا اول زبان یا وسط زبان یا قسمت جلوی زبان یا قسمت اخیر زبان، مثلا به کام یا به دندان ها، به کدام دندان ها،
برخورد بکند فلان حرف ادا می شود. اینها لازمه که اینها را بفهمیم و اینها را بدانیم که انشاءالله اگر پروردگار متعال سبحانه و تعالی بر ما توفیق داد در درس آینده به این موضوع خواهیم پرداخت و دندانها را به صورت تفصیل به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی انشاءالله که اشاره خواهیم کرد. فقط در این درس به صورت اجمالی تعریف مخرج را نمودیم و دوباره یک تکرار بر تعریف تجوید نمودیم و همچنین بر اهمیت فهمیدن مخارج حروف که چقدر مهم است که ما این موضوعات را بدانیم و بفهمیم و تفاوت در میان زبان عربی حروفی که به زبان عربی تلفظ می شود و تفاوتی که در حرفی که تفاوت با زبان فارسی داشت که تلفظ آنها متفاوت بود. انشاءالله با هم دیگر یک وقفه را می بینیم و بعداً به درس تلاوت قرآن عظیم و شان و روحانی انشاءالله که ادامه خواهیم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشان با هم دیگر آیاتی از جزء دوم سوره مبارکه، جزء دوم قرآن عظیم الشان که سوره مبارکه بقره می شود، آیاتی را با هم دیگر تلاوت خواهیم کرد از آیه 154 تا آیه 163. اگر پروردگار متعال خواست همین آیات را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت خواهیم نمود. و از آیه 154 شروع می کنیم با هم دیگر به تلاوت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن اینجا نون ساکن هست، بعد از نون ساکن یا آمده و یا از حروف وقتی که ما به احکام تنوین و نون ساکن برگردیم و انشاءالله این را به صورت تفصیل توضیح بدهیم، اگرچه تا حالا توضیح داده شده به صورت یا به صورت مختصر یا به صورت تفصیل و باز هم انشاءالله دوباره به آن خواهیم پرداخت. المهم این که بعد از نون ساکن در اینجا یا آمده و یا از حروف ادغام هست، یعنی این که نون را گویایی که ما اصلا حذف میکنیم و مستقیماً میم را با یا وصل میکنیم، به این شکل میخوانیم لی می یق قاف در اینجا ساکن هست و قاف از حروف قلقله هست، تکان میدیم، یعنی قلقله خودش به معنای تکان دادن و این را در اینجا حرف قاف را در اینجا تکان میدیم، چرا که ساکن هست. لی می یق تلو فی سبیل الله
لله، لام با لام در اینجا، لام السبیل در اینجا با لام الله، با لفظ با لام جلاله در اینجا این دوتا با هم وصل میشن. فی سبیل الله، این در صورتی هست که ما در اینجا وقف بکنیم، اما در صورتی که وصل بکنیم میخوانین فی سبیل الله. ام اینجا همزه با میم وصل میشه، ام با هم یک جا خوانده میشه، ام و و و تون و تون. اینجا تنوین هست، بعد از تنوین چون با آمده و با از حروف اقلاب هست، در اینجا تنوین با میم، در اینجا میمی که میبینی در اینجا مبدل شده، تبدیل شده. ام و تون، ام و تون، اما در اینجا میخوانین امواتون. و این جیمی که در اینجا میبینید علامت وقف و جائزه، یعنی اگر خواسته باشیم در اینجا وقف بکنیم جائزه. بنابراین میخوانین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، در صورتی که وقف بکنیم، اما در صورتی که وصل بکنین فی سبیل الله اموات، بل این با لام وصل میشه، بل اح 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 یا اون، اح یا اون، اح یا اون. اینجا این الفی که در اینجا میبینید الف مده که انشاءالله باز به صورت تفصیل با این خواهیم پرداخت، و اینجا همزه هست و این دوتا در یک کلمه آمده. وقتی که الف مد و همزه در یک کلمه بیایه مد متصل صورت میگیره، بنابراین به اندازه چهار حرکت این را طولانی میکنیم، مد میکشیم. احیاءون، اینجا همزه میبینید تنوین داره و بعد از تنوین واو آمده و واو از حروف ادغام هست، بنابراین همزه را با واو در اینجا وصل میکنیم. احیا او 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 او، با واو وصل میکنیم. بعد ولکن ولکن ولکن، اما اینجا میبینین نون ساکن هست و بعد از نون ساکن در اینجا میبینین که لام آمده و بعد از نون ساکن که لام بیایه، چون لام از حروف ادغام هست، میخوانین ولکل کل کل، یعنی کاف با لام وصل میشه مستقیم. ولکل لا 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 تش تشعرون تشعرون لا تشعرون لا تشعرون. از اول آیه دوباره میخوانیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. این از آیه 154. میرویم به سراغ آیه 155. ولا نب نب، اینجا بای که میبینید از حروف اقلاب هست. چرا؟ چون ساکینه در اینجا. وقتی نون با وصل میکنیم و اینها را با هم یک جا میخوانیم، در اینجا در با یک تکان میدیم با را، به خاطر که ساکینه، قلقله میکنیم. ولا نب ولا نب ولا نب، وقتی که ما قلقله را ادا میکنیم، یعنی حرفی که قلقله است آن را ادا میکنیم، به صورتی ادا میکنیم که گویا یک حرکتی از آن در میایه. مثلا ولا نب 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 ولا نب لو ون 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 ون، این واو با نون وصل میشه و نون در اینجا میبینیم مشدده و غنه میشه. ولا نب لو ون نکم ولا نب لو ون نکم بشیئن بشیئن. البته در اینجا هم یک حکم در این میم ساکن هست که بعد از میم ساکن که
با بیایه اخفا میشه، این میمساکن اخفا میشه که انشاءالله باز به صورت تفصیل در باب احکام میمساکن انشاءالله به این موضوع خواهیم پرداخت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ، اینجا میبینین که این همزه تنوین داره و بعد از این تنوین هم میم آمده، بعد از این تنوین میم آمده و میم از حروف ادغامه، چنانچه خودتان میدانید میم از حروف ادغامه، بناهن این همزه را با میم وصل میکنین. بشیء من الخوف این نون با این لام وصل میشه، منل نل نل خو خو خو، این خا با واو، با واوی که در اینجا میبینید یک جا خوانده میشه، خوف منل خوف، ول این واو با لام وصل میشه، ول جوعی. خب و نق اینجا نونی که میبینید بعد از نون قاف آمده و قاف از حروف قلقله هست، چرا؟ به خاطر که ساکنه. و نق سین اینجا صاد میبینید تنوین داره، یعنی دو زیر داره و بعد از این تنوین میم آمده و میم از حروف ادغام هست، بنابراین این صاد را با میم وصل میکنیم، ادغام میکنیم. و نقصیم و میم مشدده و وقتی که میم و نون مشدد باشه غنه میشه، یعنی صدا از بینی خارج میشه. و نقصیم گویه که دو تا میم هست، توجه بکنین. و نقصیم یک میم و نقصیم منل این نون با لام، با این لام وصل میشه. منل ام این همزه با این میم وصل میشه. اموالی منل اموالی منل اموالی، ول این واو با لام در اینجا وصل میشه. انفوسی اینجا میبینین که بعد از نون ساکن، اینجا بعد از نون ساکن فا آمده و فا از حروف اخفا هست، اخفا میشه. والانفوسی وث این واو با این ثایی که در اینجا میبینید وصل میشه. وث یعنی ول ثمرات نمیخوانین، اشتباهه، ول ثمرات اشتباهه، چون ثا از حروف شمسیه هست، یعنی که واو مستقیم یعنی لام هیچی میشه، لام تلفظ نمیشه، مثل که در زبان انگلیسی میگن سایلنته این حرف، گویا در اینجا یعنی این حرف کاربرد نداره. و ثمراتی این قلی هم که میبینید یعنی این که در اینجا وقف بهتره، اگر در اینجا وقف بکنین وقف اولا هست. و ثمرات در صورتی که استاد بشین وقف بکنیم، اما در صورتی که وصل بکنیم جایزه. و ثمرات و بش یعنی با شین وصل میشه. و بشر الصابرین این را با صاد وصل میشه، صاد هم از حروف شمسیه هست، یعنی این لام خوانده نمیشه. و بشر رس صابرین. خب یک بار دیگه آیه 155 رو تلاوت میکنیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين. خب میرویم به سراغ آیه 156 سوره مبارکه بقره. الذين اذا اینجا مد هست، مد منفصله. چرا؟ به خاطری که حرف مد در یک کلمه آمده، همزه در کلمه دیگه آمده، یعنی حرف مد و سبب مد، همزه سبب مد است. اذا ان شاء الله به اینها به صورت تفصیل خواهیم پرداخت. اذا اصابتهم مصیبت. اینجا تنوین هست، بعد از تنوین قاف آمده و قاف از حروف اخفا هست. مصیبت قالو. و اینجا هم که میبینید مد منفصل هست، چرا که این الفی که میبینید در اینجا حرف مد، ببخشید اینجا واو حرف مد، و همزه ای که در اینجا میبینید سبب مد، و در دو کلمه جدا آمده. قالو این این همزه با نون وصل میشه. این نه گویایی که دو تا نون هست. این نه این لله 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 و این اینجا هم مد منفصل هست. الیه الیه الی لی لیه الیه راجعون. خب یک بار دیگه آیه 156 سوره مبارکه و قرار تلاوت میکنیم. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. آیه 157 سوره مبارکه بقره. اولائیک اینجا مد متصل هست، چون حرف مد و سبب مد در یک کلمه آمده. علیهم صلوات. اینجا بعد از تنوین میم آمده و میم از حروف ادغام هست. صلواتم مر بعد از نون ساکن را آمده و را از حروف ادغام هست، ادغام میکنیم. مر یعنی گویایی که میم مستقیما با را در اینجا وصل میشه، گویایی که نون در اینجا وجود نداره. مر رب را با بایی که در اینجا هست وصل میشه. من ربهم ورحمتون. اینجا صیلی یعنی ای که اگر وصل بکنید اولا هست، بهتره. بنان ما هم وصل میکنیم، چون اینجا تنوین هست، بعد از تنوین واو آمده و واو از حروف ادغام هست، ادغام میکنیم. ورحمتو وَأُولَئِكَ وَرَحْمَةُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. هُمُ الْمِيم بَلَّام وصل مشه مُل هُمُ الْمُهْ مِيم در اینجا باها وصل مشه. هُمُ الْمُهْتَدُونَ. دوباره میخوانیم. اولائک علیهم صلوات من ربهم ورحمت و اولائک
وأولئك هم المهتدون. آیه 158 را با هم دیگر می‌خوانیم. این همزه با نون در اینجا وصل میشه. این نس این نون با صاد وصل میشه و صاد از حروف شمسیه هست و گویایی که لام در اینجا در واقع میشه گفت که کاربرد نداره یا ای که خوانده نمیشه. نمیشه بگیم این نل صفا، این اشتباهه. این الصفا نون مستقیما با صاد وصل میشه. این الصفا صفا الصفا ول واو با لام در اینجا وصل میشه. ول نمیگیم، اشتباهه. ول مر اینجا میم با را در اینجا وصل میشه. مر وته والمروت من بعد از نون ساکن در اینجا شین آمده و شین از حروف اخفا هست، بنابراین اخفا میکنیم، میخوانیم من شعاع. حرف مد، اینجا الف حرف مد، اینجا هم همزه سبع مد در یک کلمه آمده و بنابراین میشه مد متصل. من شعائر الله ایر الله ایر الله، را با لام در اینجا وصل میشه. ریل من شعائر الله. فمن بعد از نون ساکن ها آمده و از ها از حروف اظهار هست، اظهار میکنیم نونر. فمن حج البيت اینجا ها با جیم و جیم با لام وصل میشه. حج البيت بيت اوع این واو با عین وصل میشه. اوع تمر فلا جناح عليه أي بعد از نون ساکن در اینجا یا آمده و یا از حروف ادغام هست، بناهن ادغام میکنیم، یعنی مستقیم گویه که همزه با یا در اینجا وصل میشه. یط یک بار تا در اینجا یا با تا وصل میشه. یط باز یک تا دوم با وا وصل میشه. ای یطوف بهما جیم هم که میبینید علامت وقفه جائزه. خب و من اینجا بعد از نون ساکن تا آمده و تا از حروف اخفا هست، بناهن نون را در اینجا اخفا میکنیم، یعنی میپوشانیم. و من تطوع یک در اینجا تا، این تایی که در اینجا میبینید با واو در واقع وصل میشه و گویا دو تا واو هست. و من تطوع طوع خیرا در صورتی که استاد بشیم، اما در صورتی که وصل بکنیم این را که در اینجا میبینید که در اینجا تنوین داره، بعد از این تنوین هم فا آمده و فا از حروف اخفا هست، بنابراین میخوانیم خیرا، اخفا میکنیم خیرا. فَإِنْ همزه با نون وصل میشه، دوباره نون دیگه با لام وصل میشه. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ این رای که در اینجا میبینید تنوین داره، دو پیش داره، مذموم هست این را و بعد از این تنوین عین آمده و عین از حروف
حلقی یا از حروف اظهار هست و بناهن اینجا اظهار میکنیم، این تنوین ظاهر میکنیم، آشکار میکنیم. شاکیرون علیم. آیه 158 را دوباره یک بار با هم دیگر مرور میکنیم، تلاوت میکنیم. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. این از آیه 158 سوره مبارکه بقره. میرویم به صورت به سوره به طرف آیه 159. ان الذين اینجا همزه با نون وصل میشه، نون با لام وصل میشه. ان الذين يكتمون بعد از نون ساکن زا آمده و زا از حروف اخفا هست. انزلنا، نون در اینجا اخفا میکنیم، میپوشانیم. انزلنا زابالام وصل میشه. ما انزلنا من ال این نون با لام وصل میشه، یا با یا وصل میشه، گویایی که دو تا یا هست به این شکل خوانده میشه. مثلا من البی یک یا یناتی من البیناتی واو با لام والهدا. بعد از نون ساکن من بعدی، بعد از نون ساکن در اینجا میبینید با آمده و با از حروف حرف اقلاب هست و حرف اقلاب، یعنی بعد از اینکه نون ساکن بعد از آن با بیایه اقلاب میشه. یعنی چی؟ یعنی تبدیل میشه این نون به میم تبدیل میشه، این نون ساکن به میم تبدیل میشه، یا تنوین به میم تبدیل میشه. میخوانیم من بعد یکیا بابا یا وصل میشه، بی ین ین یا با نون وصل میشه و همچنین نون در اینجا غنه هم میشه. ما بیناه للناس لام با نون وصل میشه. للناس نمیخوانیم، لل ناس اشتباهه، چرا؟ نون از حروف شمسیه هست. یعنی این که لام، این لام دومی که میبینین این تلفظ نمیشه. لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ فِي الْفَابَ لام در اینجا وصل میشه. فِي الْكِتَابِ اولائک اینجا هم مد متصل میشه، چنانچه قبلا در آیات گذشته توضیح دادیم. یل یا با لام وصل میشه. یلعنهم الله اینجا میم با لام جلاله الله در اینجا وصل میشه. ملاه میخوانیم یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون و یل مثل این یل که در اینجا گفتیم یا بالام وصل میشه. یلعنهم اینجا میم
که پیش هم داره یا ضمه داره با لام، با این لام، با این لام در واقع وصل میشه، چرا که لام از حروف شمسیه هست و این لام در اینجا کاربرد نداره و تلفظ نمیشه. ملاعنون و یلعنهم اللاعنون. خب آیه را دوباره تلاوت میکنیم، آیه 159. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. این از آیه 159 می رویم به سوی آیه 160. إلا الذين اول همزه با لام، لام الا با لام الذین وصل میشه. الا الذین، الا الذین تابوا 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 واص همزه با صاد وصل میشه، واصلحوا واصلحوا وبینوا وبینوا. گویا دو تا یا هست در اینجا، وبی یک ینو و بینو، فاولائک، اینجا اولائک گفتیم ماده متصل هست، اتوبو 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 علیهم علیهم و انت و انا و انا. اینجا انا نمیخوانید و انا تواب اشتباه هست و انا تواب انا میخوانیم. این نونی که در اینجا میبینید مستقیما با تا وصل میشه و تا از حروف شمسیه هست، یعنی لام در اینجا کاربرد نداره، تلفظ نمیشه. و انا تو تو تو، این تا با واو وصل میشه. و انا تواب التواب تواب و انا تواب. اینجا با را در اینجا وصل میشه و را از حروف شمسیه هست. و انا تواب الرحیم و انا تواب الرحیم. خب یک بار دیگه میخوانیم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. خب آية 161. إن الذين، در همی درس تکرار شد، همزة با نون، نون با لام وصل میشه. ان الذين كفروا كفروا و وماتوا 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 وهم وهم، ها با میم وصل میشه، وهم کف کاف با کاف با فا وصل میشه، کف ف ف. گویا این که دو تا فا هست در اینجا، ببینید کف یک فا، ف دو تا، کفارون کفارون. اینجا را میبینید تنوین داره و بعد از این تنوین همزه آمده و همزه از حروف اظهار هست، بناهن ما تنوین را در اینجا ظاهر میکنیم، آشکار میکنیم. کفارون اولائک اولائک، اینجا هم مد متصل هست، به اندازه چهار حرکت یا چهار حرف مد میکشیم، یعنی طولانی میکنیم، میخوانیم اولائک علیهم علیهم. لع لع لام با عین در اینجا وصل میشه، لع
لعنتو اینجا تا میبینیم که پیش داره یا ذمه داره و این تا با لام جلاله الله با این لام وصل میشه. لعنت الله ول این واو با لام وصل میشه و این الفی که در اینجا میبینید خوانده نمیشه، وال اشتباهه، نمیخوانی وال، میگین ول. والملائكه اینجا هم مد متصله، این حرف، این الف حرف مد و این هم همزه سبب مد، در یک کلمه آمده، در یک جا آمده، با هم آمده، در کنار هم آمده، بنا اینجا مد متصل میشه. والملائكه ون اینجا وا با نون در اینجا وصل میشه. والناس اجمعین جیمی که در اینجا میبینید از حروف قطب جده، از حروف قلقله هست، یعنی جیم در اینجا ما یک تکان میدیم، حرکت میدیم. اج یعنی عادی از روش نمیگذارین بگین اج خلاص گذشتیم، نه، باید چون که در اینجا جیم از حروف قلقله هست، میبینید ساکنه، وقتی جیم ساکن باشه از حروف قلقله قرار میگیره، بنابراین میخوانیم اجمعین. خب یک بار دیگه آیه 161 را با هم دیگر تلاوت میکنیم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خب آیه 162، خالدین فیها لا یخفف. خا در اینجا با فا در اینجا وصل میشه. لا يخفف عنهم این نون ساکنه، بعد از این نون ساکن ها آمده و ها از حروف اظهار هست، اظهار میکنیم نون ساکنه، یعنی نون ساکنه کاملا آشکار میکنیم و واضح میخوانیم. عنهم بعد این میمی که میبینی در اینجا، این میم پیش داره یا ذمه داره و بعد از آن لام آمده، بنابراین ما میخوانیم عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون. بعد از نون ساکن ضا آمده و ضا از حروف اخفا هست، اخفا میکنیم. ولا هم ينظرون. یک بار دیگه میخوانیم. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. آیت بعدی را می رویم به سراغ آیه 163. و الهکم اینجا بعد از این تنوین واو آمده و واو از حروف ادغام هست، یعنی ها را با واو در اینجا وصل می دین. اله واحد این صیله هم که میبینید، یعنی این که در اینجا اگر وصل بکنین بهتره، ما هم وصل میکنیم.
إله واحد واحد واحد. بعد از تنوین لام آمده و لام از حروف ادغام هست، یعنی که دال را، این تنوین را با این لام وصل می کنیم. واحد واحد لا اله لا اله لا اله الا الا هو هو. اینجا واو را با را در اینجا وصل میدین. هو رح رح را با ها وصل میشه. رحمان هو الرحمن. نون در اینجا با را وصل میکنین. هو الرحمن الرحیم هو الرحمن الرحیم. درس امروز ما در اینجا تمام میشه. بینندگان عزیز و گرامی، با هم دیگر یک وقفه را میگیریم و این آیاتی که تلاوت شد از آیه 154 تا آیه 163 با هم دیگر میشنویم و بعداً بعد از میان برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی دوباره خواهیم بود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله إن الذين يكتمون ما
الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله ما لنا رب سوى. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشان. مطالب ابتدایی از مخارج حروف و خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان شد و همچنین به دنبال آن به آیاتی که باید تلاوت می شد تلاوت نمودیم، از آیه 154 سوره مبارکه بقره الى آیه 163 با هم دیگر تلاوت کردیم. وقت ما تمام شد، حالا وقت شما رسیده که انشاءالله از این به بعد میتونین به صورت زنده و مستقیم با ما در تماس بشین با شماره ای که احمد جان عزیز زیرنویس کردن. میتونین با این شماره در تماس شده و این آیاتی که تلاوت شد از آیه 154 تا آیه 163 هر کدام به نوبت انشاءالله تلاوت بکنین و یا هر جایی از قرآن عظیم الشان اگر میخواستین تلاوت بکنین انشاءالله خواهیم شنید. اگر پیشنهادی داشتید، انتقادی داشتید، آن را هم خواهیم شنید. اما بهتر این است که همین آیاتی که تلاوت شد همین آیات را بر حال تلاوت بکنین تا انشاءالله که ما هم بشنویم و دیگر بینندگان عزیز و گرامی که قصد یاد گرفتن قرآن عظیم الشان را دارند آنها هم استفاده بکنند و خودتان هم استفاده کنید و ما هم از تلاوت شما استفاده بکنیم. بنابراین اولین تماس را با هم دیگر میشنویم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. الو، سلام، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله، تشکر، زنده باشین. بیننده گرامی بفرمایید. محمد از هرمزگان هستم. بله بفرمایید آقا محمد عزیز از هرمزگان، بفرمایید. میخواین تلاوت بکنین؟ بله بله. بسیار خوب، بفرمایید. از آیه 154 تا آیه 158 تلاوت کنین، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقصاً من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين آقا محمد عزيز اگر یک بار دیگه از وبشر الصابرين یک بار دیگه وبشر الصابرين بخوانین. وبشر الصابرين. چرا اینجا مد میکشین شما؟ مبشر الصابرین مد طولانی نداره، مد کوتاه داره، مد طولانی نداره. باشه بفرم. مبشر الصابرین الذین اذا اتابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
إن الصفا والمروة من شأنه، فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فهو شاكر عليم. إن تبتغوا ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه آقا محمد عزیز، بله، وقتی که در بیان استاد شدین حرکت اخیر رو بیاندازین، یعنی که حرکت اخیر تلفظ نکنین وقتی میخوانین من بعد ما بیان، وقتی استاد میکنین، وقتی وقف میکنین بگیم بیناه، این یعنی مخالف با قواعد تجویده. بفرمایید. والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. تشكر از شما برادر گرامی. جزاكم الله خير. زیبا بود. تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی، از کجا در تماس شدیم و نام شما؟ اسم آجی عبدالولی از دنمارک با تماس شده. میخوایم که از آیه مبارکه 152 تلاوت کنم. بسیار خوب، از آیه 154 مشکلی نیست، بفرمایید. خوب باشه، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وال أجيسة بزرگوار، يك بار ديگه من الخوف والجوع بخانيت. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من جناب اجي سيب والجوع اين ربافو در انجا وصل ندید. والجوع ونقص من الاموال من الخوف والجوع ونقص من الاموال وال الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
مصيبة مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. تشكر سلامت باشين. تشكر أسمع. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. فقط قبل ازيك تماس ديگر رو بشنويم يك تذكر بدم. بینندگان عزيز و گرامی، وقتی که ما مثلا میگین آیه 152 یا آیه 154 اخیر آیه رو نگاه کنین، یعنی به این معنا که اگر یک بار احمد جان عزیز یک بار مانیتور وصل بکنن به آنتن که برای بینندگان از به صورت دقیق نشان بدون، مثلا اینجا شما این آیه ولنبلونکم قبلی رو میبینین، اینجا نوشته 154. آیه 154 متعلق به آیه قبل خود، یعنی این آیه ولا تقول لمن یقتل آیه 154 گفته میشه، اما آیه ولنبلونکم آیه 155 گفته میشه، اخیر آیه رو میبینین قبل آیه. اینجا مثلا میگین، وقتی میگین ولنبلونکم آیه چنده، شما میگین آیه 155، نمیگین آیه 154، چون آیه 154 مربوط به این میشه. جزاکم الله خیر. تشکر از آقا احمد عزیز. تماس دیگر رو با هم دیگر میشنویم. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، تشکر از شما. این سوره به خاطر سوره میخواستم سوره قرآن بخونم. بفرمایید. داخل شبکه فصل حق. بله بفرمایید. شبکه وصال حق؟ بله بیننده گرامی، شبکه وصال حق، صدای شما رو همه میشنون، بفرمایید. من میخواستم قرآن بخونم. بله بفرمایید، تلاوت بکنین. کجا رو میخواین بخونین؟ هر آیه‌ای که باشه مشکل نداره. از آیه 154 تا آیه 158 سوره مبارکه بقره تلاوت بکنین. باشه. بفرمایید بیننده گرامی. باش. بیننده گرامی تصویر دارین شما؟ بله تصویر دارم. بفرمایید تلاوت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل. بله میشنو بیننده گرامی، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. بیننده گرامی، بله توجه بکنین، من یک بار این آیه برای شما تلاوت میکنم. بله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. دوباره آیه رو تلاوت کنین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. لا تشعرون. تشعرون. ولا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والوجوع. من الخوف والجوع. اها درسته. ونقص من الاموال والانفس. من الاموال والانفس
والثمرات وبشر الصابرين. والثمرات وور با ثا وصل کنین. والثمرات والثمرات وبشر الصابرين. برادر گرامی لامر در اینجا تلفظ نکنین، یعنی ول نگین. والثمرات وور با ثین با ثا وور با ثا وصل کنین. والثمرات والثمرات. بله والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. جزاك الله خير. ادامه بدين. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة. إن الصفا نون با صاد وصل مشه. إن الصفا. بله بله. إن الصفا والمروة. والمروة والمروة. والمروة من شعائر الله فمن هج البيت أو أعتمر فلا جناح عليه أن يتوفى بهما. أن يتطوف يتطوف. أن يتطوف. بلي. درست. بهما ومن يتوأ خيرا ومن فإن ومن تطوع تطوع. ومن تطوأ خيرا فإن الله شاكر عليم. جزاك الله خير. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه من بعد ما بيناه بيناه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويلعنهم اللاعنون. ويلعنهم اللاعنون. لاعنون. لاعنون. بلي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فأولئك أتوب أتوب. وفأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. برادر گرامی اینجا را دوباره بخوانید. إن الذين كفروا وماتوا وماتوا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة لعنه لعنه الله والملائكة. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. ينذرون. والله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. جزاك الله خير. جزاك الله خير.
تشکر از شما برادر گرامی، تشکر. ممنون از برنامه خودتون، تشکر بسیار زیاد از شما و شبکه وصال حق. جزاکم الله خیر، تشکر از شما برادر گرامی، تشکر. ممنون ماشاءالله، انشاءالله که خداوند متعال برکت بده به تلاوت شما، تشکر. و بیننده گرامی اگر لطف کنین شما و همچنین دیگر برادران و خواهران عزیز از تلاوت های قاری های مشهور استفاده بکنین، یعنی در تلاوت شما بسیار مفیده، در ای که تلاوت شما تصحیح تلاوت بشه خیلی مفیده، زیاد گوش بکنین. جزاکم الله خیر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید، از کجا در تماس شدین؟ بفرمایید، بفرمایید تلاوت بکنید سوره فاتحه، سوره الحمدلله، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاك الله خير، ما شاء الله ما شاء الله، خيلي زيبا بود، تشكر. كدام گفتني ديگري دارين؟ با مخوان سوره قل هو الله رو بخونم. بفرمایید، سوره قل هو الله را هم میشنویم، سوره اخلاص، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاءالله ماشاءالله، آفرین آفرین. دیگه کدام گفتنی ندارین؟ عثمان جان هستم، 8 ساله. ماشاءالله ماشاءالله، عثمان جان 8 ساله، خداوند متعال بامر تو برکت بده. آفرین آفرین، ماشاءالله خیلی زیبا بود، تشکر از عثمان جان. خب تماس دیگر رو میشنویم. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام و سال حقه. بله و سال حقه، برنامه روحانی قرآن کریم، بفرمایید. دفعه شماره هاتفرز چنده؟ فرکانسش 11307. 11307 عمودی، بله. دفعه در نکنه. جزاک الله خیر، تشکر از شما. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم، بیننده عزیز بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، خواهر گرامی بفرمایید. مریم هستم از افغانستان. بله بفرمایید خواهر گرامی، میخواین تلاوت بکنین؟ من از کجا تلاوت کنم؟ از آیه 154 تا آیه 158. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه
فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ميخا خار من تلاوت كنا بفرمائید. جزاكم الله خير. تشکر از شما. خیلی زیبا بود تلاوت شما. تشکر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خار گرامی بفرمائید. فاطمة هستم از افغانستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لاعنون. ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. تشکر از برنامه بسیار زیبایتان. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. ماشاءالله ماشاءالله زیبا بود. تشکر از شما و همچنین از خواهر شما. هر دو ماشاءالله زیبا خواندین. الله متعال به عمر شما برکت بده. تشکر از شما. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوبی؟ سوره کجا رو؟ تاهید. ماشاءالله بخوان تلاوت بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. آهد اقسم لیلی دورم ولم يكن له كفوا احد. ماشاءالله ماشاءالله خیلی زیبا بود خیلی زیبا بود. چند ساله هستی؟ من از 4 سالمه. از کردستان. از کردستان چند ساله هستی؟ 4 ساله. 4 ساله ماشاءالله ماشاءالله. خداوند متعال به عمرت برکت بده. خیلی زیبا بود. آفرین. شما خیلی دوست دارم. خداوند تو رو دوست داشته باشه. ما هم دوست داریم تو. ماشاءالله ماشاءالله خیلی زیبا بود. آفرین. خدا حافظ. تشکر. ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال برکت بده با عمر کودکا. واقعا عثمان جان از تاجیکستان سن 8 ساله ماشاءالله خیلی زیبا بود و همچنین این کوچولی 4 ساله. یعنی شما تصور بکنین. الله متعال سبحانه و تعالی به عمر این کوچولو برکت بده و برای پدر و مادرش الله متعال این را روشنی چشم قرار بده و برای کل امت اسلامی. تشکر از شما. خب تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. من صلیحه از تاجیکستان هستم. بله میخواین تلاوت بکنیم؟ بله میخوام. بفرمایید. از آیه 154 تا آیه 158 تلاوت بکنیم. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ومن تطوع خيرا إن الله شاكر عليم. ما شاء الله ما شاء الله. خداوند متعال در تلاوت شما برکت بده خواهر گرامی. تشکر از شما. ما شاء الله تلاوت زیبا بود. شما یه خواهش داشتم. بفرمایید. یک موعظه استاد مجیب الرحمن انصاری فکر میکنم نامش استقامت در دین بود اگر بعد از برنامه پخش میکردید. بسیار خوب. اتاق کنترل حتما صدا شما رو میشنون اگر مناسب دیدن ان شاء الله که این موضوع به خواهش شما ان شاء الله که جامعه عمل خواهند پوشید. جزاکم الله خیر. همچنین پس ما جزاکم الله خیر. تشکر از شما. سلامت باشین. شکر. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم. الو. بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. شبکه وصال برنامه روحانی قرآن کریم. سلام علیکم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون أجر أمواتان أجن بهتر في سبيل الله أموات في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الثمرات إيه كما استرسم دارم بمي خاطر بالي بفرمي والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جزاكم الله خير. تشكر از شما. تشكر. و ایاکم التماس دعا دارم برادر برام دعا کن انشاءالله که تجویدم خوب بشه. سلامت باشین. تشکر از شما. ماشاءالله خوب بود. انشاءالله که بیشتر به قواعد آشناتر بشین و بیشتر تلاوت بکنین بهترتر میشه. تشکر از شما. انشاءالله واقعا برنامه‌تون خیلی زیباست. افتخار داریم شما برادران. همچنین برادرای مثل شما داریم. التماس دعا خداحافظ. تشکر از شما. تشکر از شما. سلامت باشین. تشکر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. و علیک سلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی بفرمایید از کجا در تماس شدین و میخواین کجا را تلاوت بکنین؟ من نوردین هستم از ولایت نیمروز. بله بفرمایید. جایی که شما میگین ما برای شما تلاوت میکنیم ان شاء الله. بله از آیه 159 شروع بکنین تا 163. صفحه نیومده. صفحه با اندک تاخیر حالا برای شما میرسه. رسید؟ هنوز نه.
اعوذ بالله را شروع بکنید، انشاءالله برای شما واضح خواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات والهدى من البينات ما بيناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بلي بفرمایید. الو. بله، ادامه بدین. دو آیه دیگه باقی ماند. بیننده گرامی صدای ما دارین؟ الو. بله. تشکر میکنم از شما. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی رو میشنویم. بله، سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله، تشکر، سلامت باشین، بفرمایید. عایشه هستم از ایران. بله، بفرمایید خواهر گرامی. از میخواین تلاوت بکنین؟ بله، میخوام آیه 185 سوره بقره رو بخونم. 185. بسیار خوب، بفرمایید. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جزاكم الله خير. تشكر از شما خواهر گرامی، ما شاء الله زیبا بود. تشكر از شما، خدا نگهدار، سلامت باشید. تشكر از شما. خب، بیننده بعدی رو میشنویم. بله، سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر گرامی، از کجا در تماس شدین و نام شما؟ امید هستم از رسان میگم. بله، بفرمایید آقا امید عزیز، بفرمایید. از کجا میخواین تلاوت بکنین؟ از هر کجا که روی صفحه ما شدید. اگر از آیه 159 شروع بکنین تا اخیر، یا از آیه 154 تا آیه 158 از اول. بله، بگید. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تكون بمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم
لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم جزاكم الله خير. إن الذين يكتمون ما أنزلنا ألو بله تشکر از شما برادر گرامی تا 158 جزاکم الله خیر تشکر ماشاءالله تلاوت شما زیبا بود تشکر سپاسگزارم استاد آقای سلیمانی تشریف ندارن کجا هم هستن همین جان برادر گرامی الحمدلله جزاکم الله خیر خسته نباشید میگم سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام و رحمت الله تشکر از شما برادر گرامی ماشاءالله تلاوت شما زیبا بود و هم از نظر تجوید خوب بود ماشاءالله و هم از نظر تلاوت خب بیننده بعدی را میشنویم بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر گرامی از کجا در تماس شدین و نام مبارک شما از تاجیکستان بله بفرمایید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة بسیار خوب بیننده بعدی را میشنویم بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید بیننده گرامی بفرمایید شبکه وصال حق برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید بله صافی هستم از افغانستان ماشاءالله بفرمایید از کجا میخواین تلاوت کنین اما یتسالی نرا سوره نبا بفرمایید تلاوت کنین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم
الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل نهارا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء سجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا سبحان ربك العظيم. جزاك الله خير. ما شاء الله ما شاء الله. خیلی خوب بود. تشکر از شما. هشت ساله از افغانستان. ماشاءالله ماشاءالله. هشت ساله. باز هم هشت ساله. جزاکم الله خیر. الله متعال به عمر شما برکت بده. تشکر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی صدای ما دارید؟ خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر محترم بفرمایید. من مولا محمد جان زن محمد میخانم. بله خیلی خوب. السلام علیکم مولا صاحب. علیکم السلام محمد جان. خوبی؟ بله الحمدلله. میخوای تلاوت بکنی از کجا؟ سوره قاف. بسیار خوب. سوره قاف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وأنزلنا من السماء ونزلنا ماء محمد جان ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد خلق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود محمد جان. تشکر از تو. دارم میخوام بخونم. بسیار خوب. العالمین الرحمن الملک یا کرم تو یا کسی
ماشاءالله ماشاءالله، چقدر زیبایه که تلاوت قرآن انسان از زبان کودکان میشنوه. ماشاءالله. یاسمین جان خوبی؟ یاسمین جان خوبی؟ یاسمین هستم. بله یاسمین جان خوبی؟ من سوره بقره میخوام از اولی. بسیار خوب بسیار خوب، تلاوت کن یاسمین جان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يوقنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ياسمين جان، الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. تماس متاسفانه که قطع شد یاسمین جان، ماشاءالله و واقعا برای ما خیلی یعنی خوشاینده ماشاءالله. خب تلاوت برادر تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. الو بفرمایید. الو بیننده گرامی بفرمایید. امیر حمزه هستم، از امیر معاویه هستم از زایدان. گویایی که بله گویایی که سیستم مشکل داره. تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. لم تر کیف فعل اعوذ بالله من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل، وارسل علیهم طیر الابابیل، ترمیم بجارة من سجیل، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تشکر از شما، زیبا بود، خوب بود، ما شاء الله. خب آخرین تماس را میشنویم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بله بفرمایید. بله کی هستم؟ کی هستی؟ فاطمه. فاطمه ماشاءالله. میخوایی تلاوت بکنی فاطمه جان؟ بله بله ماشاءالله، تلاوت کن. فاطمه جان میخوایی تلاوت کنی؟ ها ماشاءالله، تلاوت کن میشنویم. بخوان فاطمه جان. بله اگر والدین گرامی میشنوند، والدین گرامی فاطمه جان، میشه که با او کمک بکنن. بفرمایید. تشکر میکنیم، جزاکم الله خیر. و آخرین تماس بود، دیگه تماس گرفته نمیتوانیم چون وقت هم تمام شده. ولی ماشاءالله چیزی که بسیار خوشایند بود در این برنامه برای من این بود که اطفال ماشاءالله خیلی زیبا واقعا تلاوت کردن و از والدین گرامی تشکری میکنم که فرزندان خود را اینگونه تربیت بکنن، اینگونه آنها را تشویق بکنیم. این یکی از راههایی که در تربیت آنها مؤثره و برای آینده اینها انشاءالله که امید خیر و امید فلاح و رستگاری خواهد بود.
چون اگر طفل از همین حالا مثلا طفل 4 ساله یا این فاطمه کوچولو که نمیفهم والا شاید 3-4 سال بیشتر نبود، به هر حال سنش ماشاءالله، وقتی شما رو عادت میدین با قرآن و برنامه‌های قرآنی، بدون شک در آینده ای تأثیرات بسیار مثبت و تأثیرات بسیار خوبی خواهد گذاشت و در تربیت آن، در تربیت سالم آن انشاءالله که مؤثر واقع خواهد شد. به هر حال تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیز و گرامی که تا حالا ما را تحمل کردند و امیدواریم که الله متعال سبحانه و تعالی این تحمل ما را و این به هر حال تلاوت ما را و این زحمت کشی ما را در تلاوت قرآن عظیم الشان که هر کدام به هر حال زحمت کشیدن و تلاوت کردن و تماس گرفتن، الله متعال در میزان حسنات من و شما حساب بکنه. و تشکری خاص میکنم از آقا احمد عزیز، کارگردان گرامی که زحمت میکشن، الله متعال سبحانه و تعالی به ایشان هم جزای خیر بده و پاداش نیک عنایت بکنه. به هر حال تشکری میکنم از تمام بینندگان و از تمام عزیزانی که به گونه ای از گونه ها و به شکل از اشکال در طرح و در اجرای این برنامه با ما سهیم بودن. الله سبحانه و تعالی همه را جزای خیر و جزای نیک عنایت بکنه. تا برنامه بعدی که در خدمت شما خواهیم بود از درس تجوید و تلاوت قرآن عظیم الشان، همه شما را به الله پاک بی همتا می سپارم. الله متعال سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي لله.